از انواع نماز همچنان قضا آوردن نمازهای فوتی هست یا قضا نماز قضایی. نمازهایی که فوت شده باشد قضا آوردن آن فرض می باشد. اگر در حالت اقامت فوت شده باشد قضای آن کامل و اگر در حالت سفر فوت شده باشد قضای آن قصر می باشد. و از انواع نماز همچنان نماز مسافر است از انواع نماز فرضی. نماز مسافر است. فاصله سفر 86 کیلومتر مربع است. مدت سفر کم از 15 روز. قصر در نماز یعنی نماز 4 رکاتی 2 رکات خوانده می شود. یکی از انواع و اقسام نماز فرضی نماز جنازه است. نماز جنازه فرض کفایی بوده و 4 تکبیر می باشد که بعد از تکبیر اول سنا و بعد از تکبیر دوم درود و بعد از تکبیر سوم دعای جنازه و بعد از تکبیر چهارم سلام گشتانده می شود. دعای میت بالغ این است: اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللهم من احییته منا فاحییه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه على الايمان. که در این مرد و زن هر دویش برابر است، بر هر دو امی دعا خوانده می شود. و دعای طفل بر پسر نابالغ یا بر خرد این دعا خوانده می شود: اللهم اجعله لنا فرتا واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. و دعای دختر خرد: اللهم اجعلها لنا فرتا واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعلها لنا شافعه ومشفعه. نوع دیگری از نمازها که نمازهای واجب هست، اول نماز وتر هست. نماز وتر واجب هست، 3 رکعت دارد. وقت وتر بعد از نماز عشاء تا طلوع صبح صادق می باشد. در رکعت سوم بعد از قرائت دعای قنوت خوانده می شود و دعای قنوت قرار زیل است: اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. نماز عيدين. نماز عيدين واجب بودا، 2 رکعت می باشد. شش تکبیر زوائد دارد که در رکعت اول بعد از سنا 3 تکبیر و در رکعت دوم بعد از قرائت قبل از رکوع 3 تکبیر گفته می شود. و حکمت های نماز عیدین ای است که نماز عیدین در حقیقت یک تجمع بزرگ مسلمانان می باشد که بیانگر وحدت، اخوت و برادری، تعاون، همبستگی، مساوات و برابری، احوال پرسی و با خبری از همدیگر، تجدید مراسم خوشی، نسیان و فراموشی احزان و اندوه، اظهار نعمتهای الهی، عبادت جماعی و بالاخره نمونه از تشکیل یک امت واحد و قوی می باشد.